درود بر شما دوستان و همراهان عزیز کانال سرانه. 1000 نفرم از اینا کشته بگیریم میتوانست. اونتا یه مش سرباز بدبختن که اینا خیلی کشتن اینا که هدف ما نبود. اظهارات عجیب امیرعلی حاجی زاده فرمانده هوافضای سپاه و یکی از متهمان اصلی سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراینی در مصاحبه تلویزیونی در روز جمعه 5 اسفند 1401 24 فوریه 2023. ما انشالله بتونیم ترامپ رو بکشیم، پومپئو رو، همین مکنزی و این فرماندهان نظامی که این دستور رو دادن، اونا باید کشته بشن. ولی خب بالاخره کار نظامی کرده بودن، ما هم باید کار نظامی پاسخش رو میدادیم. البته هدفمون هم این نبود که اصلا نکشیم، یعنی نقاطی که زدیم بالاخره یه عده بودن اونجا. اینکه به یک باره حاجی زاده در صدا و سیما حاضر شده تا درباره حمله به عین الاسد بلوف بزند شاید بیدلیل هم نباشد. کمتر از 3 هفته پس از آن که پهپادهای اسرائیلی به تأسیسات وزارت دفاع جمهوری اسلامی در اصفهان حمله کردند، کاربران ایرانی روز پنجشنبه ویدیوهای متعددی را از چند انفجار و شلیک ضد هوایی در منطقه عظیمیه کرج منتشر کردند. خبرگزاری‌های حکومتی از جمله فارس وابسته به سپاه پاسداران بلافاصله نوشتند نگران نباشید، حمله‌ای در کار نیست، رزم شبانه بسیج عامل صدای انفجار در عظیمیه کرج بوده. فارس نوشته یک منبع آگاه در سپاه امام حسن مجتبی استان البرز به این خبرگزاری گفته صداهای انفجار پنجشنبه شب به دلیل انفجار فوگاز و شلیک گلوله‌های رسام به اهداف فرضی در دوره آموزشی نیروهای بسیجی در حوالی کرج بوده. به احتمال زیاد این خبر منتشر شده توسط رسانه‌های حکومتی جعلی و ساختگی است. نخستان که بسیج ضد هوایی و راکت ندارد. دومان که اگر بسیج چنین سلاح‌هایی هم داشته باشد و مانور نظامی برگزار کرده باشد، پس چرا مانند دیگر مانورها از پیش درباره آن اطلاع رسانی نشده؟ سومان که اینها چه اهداف فرضی هستند که برای حمله به آنها باید به صورت 360 درجه گلوله شلیک کرد؟ چهارمان که قاعدتاً هدف از مانور نظامی نمایش قدرت در مقابل دشمن است. چرا این مانور در نزدیکی منطقه مسکونی و محل تردد هواپیماهای مسافربری انجام شده و باعث وحشت شهروندان شده؟ البته خبرهای دیگر منتشر شده توسط رسانه‌های جمهوری اسلامی پیام دیگری را ارسال می‌کند. به این خبر نگاه کنید. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی این پیام را از طریق پیامک یا همان اس‌ام‌اس برای شهروندان ارسال می‌کند. هموطن گرامی، یکی از مهمترین شگرد‌های موساد در انجام عملیات‌های تروریستی و جنایت در ایران سوء استفاده از ضعف اطلاعات و آگاهی مردم است. در صورتی که فردی با پرداخت پول از شما درخواست خریداری وسیله نقلیه و رها کردن در مکان مشخصی را نمود، به این فکر کنید که ممکن است در اقدام تروریستی موساد مورد بهره برداری قرار گیرد. این خبر نشان می‌دهد که موساد در برخی از عملیات‌هایش در ایران از این شگرد استفاده کرده، یعنی با پرداخت پول به شهروندان ایرانی از آنها خواسته تا خودرویی را خریداری و در مکانی رها کنند. در سالهای اخیر تنها در 2 مورد گفته شده عوامل موساد از خودرو استفاده کردند. یکی در ماجرای ترور صیاد خدایاری که فرمانده عملیات ترور شهروندان یهودی و اسرائیلی در اروپا را بر عهده داشت و دیگری در مورد محسن فخری‌زاده، فردی که پدر بمب اتمی جمهوری اسلامی لقب گرفته. در مورد صیاد خدایاری گفته شده که زاربان با استفاده از یک پراید تردد به سمت خانه او را مسدود کردند و در مورد محسن فخری‌زاده ماموران موساد از یک وانت نیسان برای ترور او استفاده کردند. نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی در آن زمان اعلام کردند که صاحب نیسان در روز 8 آبان 1399 از کشور خارج شده. تو این آخرین راهپیمایی که تو آمریکا داشتن مجبور شدن ثابتی رو هم تصویر نمایی بکنن. ثابتی که تا الان مخفی بود، ما میدونستیم چیکار میکرد. حسین طائب مشاور ارشد فرماندهی کل سپاه، کسی که امروز با لبخند و اعتماد به نفس در صدا سیما از اشراف اطلاعاتی جمهوری اسلامی صحبت میکند، کسی است که در زمان ترور صیاد خدایاری و محسن فخری‌زاده ریاست سازمان اطلاعات سپاه، یعنی مسئولیت
حفاظت از این افراد را بر عهده داشت. ثابتی تو کار امنیتی همکاری میکرد توی با آمریکایی‌ها. حتی اینا رو هم آوردن تو تظاهرات، یعنی پرده نمایی کردن از این دیگه، یعنی هر چی توی چیز داشتن برداشتن آوردن. جمعیت پرویز ثابتی دیگه، بله پرویز ثابتی. تو دستگاه اطلاعاتی میدونست که تو لس آنجلس دیگه تردید داره، یعنی اینقدر دیگه ندونیم که البته این مقام بلوفزن سپاه که مدعی است همه ی جزئیات زندگی پرویز ثابتی را میداند، حتی نمیداند که او مقیم لس آنجلس نیست، بلکه تصاویر منتشر شده از او را در ایالت فلوریدا نشان میدهد و او احتمالاً مقیم همین ایالت است. یه مدار کاراش هم میدونسته. تائب و دوستانش البته هرچقدر در زمینه اطلاعاتی و امنیتی بی سواد و عقب افتادند، دست کم در یک زمینه تخصص زیادی دارند، آن هم اعتراف گرفتن از شهروندان عادی. مثل اعتراف گرفتن از این خانم زینب کاظمی که در نشست مجمع عمومی سازمان مهندسی ایران روسری از سر برداشت و آن را به گوشه ای پرتاب کرد. زینب کاظمی هستم، در خصوص انتشار تصاویر اعتراضم در مجمع عمومی سازمان نظام مهندسی تهران لازم دونستم این سری توضیحات رو ارائه بدم. اعتراض من جنبه کاملا صنفی داشته و جنبه کاملا صنفی و در اون سازمانی داشته، بدون قصد قبلی، به صورت لحظه‌ای و در اثر فشار روانی ناشی از برخوردهای ناشایستی بوده که با مهندسان شده بود. در حال حاضر پشیمون هستم و از همین طریق از خانمم عذرخواهی میکنم. در سال 69 این بخشی از سخنرانی علی خامنه‌ای در روز پنجشنبه 4 اسفند 1401 23 فوریه 2023 است. خامنه‌ای در این سخنرانی اعضای نهضت آزادی را به تمسخر می‌گیرد که در سال 1369 در نامه‌ای نوشته بودند ملک و ملت به لبه ویرانی و نابودی رسیده. در واقع سرگشاده‌ای نوشتند به یکی از مسئولین و همش همینطور یأس‌آورینی. از جمله تعبیراتی که تو اون نامه بود که من جا یادداشت کردم اینه، میگن ملک و ملت به لبه وحشتناک ویرانی و نابودی رسیده است. سال 69 این آقایون به این نتیجه رسیده بودن که کشور به لبه ویرانی و نابودی رسیده. از نظر علی خامنه‌ای هیچ یک از بحران‌های موجود در کشور به معنای ویرانی و نابودی نیست. نه نفوذ گسترده موساد و اسرائیل در حکومتش، نه دلار 54 هزار تومانی و سکه 31 میلیون تومانی، نه گوشت 500 هزار تومانی. 3/12/1401 رفته قصاری آقا گوشت برام کشیده 2 کیلوه، یعنی گوشت 2 کیلو گوسفندی برام قصاری کشیده هلوهاش 989 تا 1 تومن. علی خامنه‌ای همیشه چیزهایی برای خوشحالی و افتخار دارد، چیزهایی که تنها او میتواند آنها را حس کند و مردم عادی ایران از درک و حس آن عاجزند. اینجا کف خیابونه، همین جایی که دستگیر شدم. همکنون بعد از حدود 4 سال از زندان رجای شهر آزاد شدم. در اصل بیرون انداخته شدم و به یک زندانی بزرگتر یعنی ایران اومدم. آیا این عفو به چه معناست؟ آیا ما باید شما را عفو کنیم آقای خامنه ای یا شما ما را؟ 44 سال با حکومتتون زندگی جوانان و هموطنانمون رو به تباهی کشوندید. به چه زبونی بگیم ما شما رو نمیخوایم؟ ما به آزادی تأکید میکنیم بازم و هیچی نمیتونه این حق رو اما بگیره. من ایرانیم و حق دارم در مورد میهنم اظهار نظر کنم. رضا محمد حسینی، جمعه
25 اسفند ماه 1401 ایران. سپاس از همراهی شما. لطفاً فراموش نکنید سابسکرایب کنید، ویدیوهای ما رو لایک کنید و لینک ویدیوهای ما رو هم برای دوستانتون بفرستین. اگه دوست دارین از ما حمایت مالی کنین، روی کلید جوین یا تانکس کلیک کنید.